من تمیم حمید هستم. خبرنگار که میخواهد با بهره‌گیری از هفته کاهش خشونت‌ها در افغانستان با یک سفر زمینی در شهرهای کابل، کندهار، هرات برود. در یک شبانه روز از شهرهای کابل، کندهار، هرات که نزدیک به 10 ولایت را به هم وصل می سازد، در حدود 9500 موتر می گذرد. سی درصد این شهرهای 500 کیلومتری به گونه کلی از بین رفته است که در این میان 15 پل بزرگ و کوچک و 50 پلچک هم هستند. وزارت ترانسپورت افغانستان هزینه بازسازی این جاده را 30 میلیون دلار برآورد کرده است. اما ناامنی ها خواهند گذاشت که چنین کاری انجام شود. با یک تاکسی از کابل و سوی کندهار حرکت می کنیم. امروز یک شنبه است و درست دو روز از هفته کاهش خشونت ها یا آزمونی که امریکاییان و طالبان برای امضای توافقنامه سال میانشان باید آن را سپری کنند می گذرد. رفت و آمد در شاهرهای کابل کندهار پر رنگ تر از آن چیست که در گذشته دیده بودیم. شاید همین پدیده به نام کاهش خشونت ها در این روزها به شماری از کسانی که از این جاده می گذرند نقش های دیگر هم داده است. لحظاتی را هم از ما برای انتقال غذا از یک بخش به بخش دیگر یاری می خواهند. اما از شهر غزنی که بگذری، نشانه های برجامانده از جنگ در جاده تصویرهای اطراف را برایت لرزان می سازند. و تو را به یاد روزهای دورتر از امروز این بخشا می اندازند. منطقه شهباز در اومه شهر غزنی. از موتر پایین می شویم تا از خرابی های جاده تصویر بگیریم. تنها یکی از گودال هایی است که در جاده کابل کندهار به میان آمده. شاید انفجار یکی از بم های کنار جاده باعث شده که جاده به این وضع دچار شود، یا شاید هم کاروانی از نیروهای دولتی یا خارجی از این مسیر می گذشتند و طالبا به اونا حمله کردند و درگیری که در این محل رخ داده باعث شده که خرابی به میان بیاید. فایر شد، فایر، برو. سومین یا چهارمین گلوله به شیشه عقب موتر ما می‌خورد. تا مدتی
هیچ کدام ما سر بالا کرده نمیتوانیم. روشن نیست کیها بر ما تیراندازی میکنند. سفر ما با طرفهای درگیر اما هماهنگ شده بود. پس از ساعتی با موتر دیگری خود را از جایی که مانده ایم بیرون میکشیم. اندار و غزنی فامیلی نیجه میرم میایی را فامیلی جنجال زیاد است فامیلی را خیلی مشکل است. پدرم از دکان داره فامیلی یک بیادرم هم کدیش است دیگه بیادرم خورده است. چهار سال مکتب رفتم باز مکتب ایلا کدم دیگه دمی متروانی فامیلی چسبیدیم تالا را نمی متروانی را میکنیم. خداوند یک سال ها را میره بیاره در وطنی ما فامیلی سال ها بیا یا کاری هر آدم میشده نه؟ کارا زیاد شده میره فامیلی یعنی نام نیست یک نفرم نمیتونه فامیلی که کار کنه. جنگ قرار شده وطنی ما دیگه هر آدم فامیلی میتونه که یک جای چکر بره فامیلی گردش بره خندار بره دیگه جای بره دیگه جای بره. آه عبدالله خان با گذشتن از چند ایست بازرسی طالبان که در آنها اجازه تصویر برداری نداریم، سرانجام به شهر قلات مرکز ولایت زابل میرسیم. تگگان گفا. خیال میریم پس حرکت میگیریم. این وسایل را میگیریم من دادم میریم. عبدالله فامیل خوب هستن؟ بخیر؟ زما یو لوی هیلم هم داده چې زه پر دغه سړک باندې د کندهار کابل پر سړک باندې زه سفر وکم چون د ورځې خو مې سفرونه کړي دي اما زړه مې چې دا ډول د شپې له لورې زه له هلمند څخه حرکت وکم بیا تر کابله پورې زه خپل په موټر کې ولاړ سم او ما ته ستونزه نه یې که زما سره ملګري راسره یا کورنۍ راسره وي. پر کندهار کابل لارې باندې د پیښو له نګاه څخه چې پیښې ډېرې باندې کېږي د دغه حوزې د خبریالانو بلاغه مهمې سوژې څخه دی چې ډېر رپورټونه د دې لارې باندې د پیښو له امله څخه دوی ډېر رپورټونه ورکوي. دوشنبر روز سوم هفته کاهش خشونت ها. باشندگان اطراف جاده کندهار هرات این روزها را در چنین فضای آرام آغاز می کنند. پیش در یک حمله انتحاری در همین محل افزون بر تلفات این رویداد او و دیگر دکانداران زیانهای بزرگی نیز دیدند. در هتل تقریبا 40 کاله زیاد کم کیری چه مرد هتل جور کرده پر داخل لین باندیو سلام مخکې درته چې موټران به ودرېدې یا پر دا کمز مست په غلطه کمربان و نو دلته به ټک ټوک سو نو بعضې به دوامه نه درېدله بېرېدله نو مرمۍ به راتله تا زموږ په هوټل کښې دی مرمۍ هم شدې ځای کویک مرمۍ هم شدې چې نو دلته د خلکو د بې امنیتي په خاطر باندې نه درېدله د ورځې 10,000 تاوان 15,000 تاوان حتی شاګردان ور تقریبا د څلوېښتو کسه حتی راویستلی و څلور کسو ته ور درولې دي. دغه دوه درې شپې کېږي دغه د اوربند اعلان شوی دی معنا هم الحمدلله مسافر راځي ډېر خوشحاله دي خلک خوشحاله دي موږ خوشحاله یو نو زموږ په منطقې کې هم امن دی ټک ټوک نشته نو موږ ډېر خوشحاله یو بس په دغه وخت کې. اما
ما کارګران ته خپل معاشره سیره مشته شیره سیره کور خرڅونه بس وځي مر تقریبا 200 نفر دغه وټل ته امید لري شاید موږ کورونه دي مختم وټل دي بس مرګر کاروبار دغه ژوند به دغه وټل داري ده نور په هیڅ حساب کار تجارت نه لرو نو معاملې نه لرو بس دغه کاروبار دي یعنی بس لوی ساده شاید 200 کسه د ستاو به عمل اغری دي اکثره د ډوډۍ خوري اکثره د دکانونو کې ځان تفشي مې راخسته چې کله موږ به ماشومانو نو هغه وخت به موږ راتللو په باباولي هوټل ته دلته به موږ انتظار کوو یا خپل هغه میلمنو ته چې یا به له کابل نه راتلل یا به له هرات نه راتلله اوس ډېر جنګو ته ځمه عملیاتو ته ځمه خو کله چې همغه جنګو سیمې ته ولاړ شم نو بیا داسې فکر کوم چې کاشکې خو زه یوارې یو ځلې بیا همغه وخته تللی وای هغه وختونه رښتیا هم داسې وختونه وه چې بیا نه راګرځي او په هغه وختو پسې زه رښتیا هم دیغ شوی یم خپل په ماشومتوب پسې هغه وختونه راحت و سکون و یو ډول فکري ارامتیا وه ځکه چې جنګ نه و په دې نه پوهېدلو دلته به جنګ وي په دې نه پوهېدلو دلته به جنجال وي خو رښتیا هم ډېر ښه وخت و عمر زیستن در جنگ هم نمیتواند سال جویی را در انسان بکشد. و این همان باوری است که در باشندگان اطراف شاهرهای کابل، کندهار، هرات زنده است. څول خدای د افغان ارمنده چې څول را سره افغان ډیر خوشاله دی او ته تجربه شپه ښکار کې چې موسیقي کو او موسیقي به دغه کړه څول او دغه چې نه د افغان هیله ده او ډیر خوشاله چې دغه څول وسته او دا موسیقي ژغوره دي چې څنګه څول یا دا ډیر شخوان کیږي